هموطنان عزیز سلام، در قسمت از زمین که زندگی میکنین صحتمند و خوشحال و باعزت باشین. هموطنان ما که بیرون از کشور هستن، یادتان نره اگر رو در رو را از طریق آنتن دیده نمیتونین، پس برین به چینل رو در رو، برنامه هایی که ساعت 8 شب به تایم افغانستان خلاص میشه از طریق آنتن و ساعت 8 فکس در رو از طریق یوتیوب نشر میشه. پس استقبال داشته باشین فامیل اسامی را یا اسامی را. سلام بر شما، بسم الله جان، شب بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما قاسم جان، خدمت دوستایی که اینجا نشستن و خدمت بیننده هایی که از ما را از پرده تلویزیون زیبای طلوع میبینن. بسم الله، حسامی استم، سرتیم خانواده حسامی. پرنجان حسامی فارغ صنف 12 و نورالله جان حسامی فارغ صنف 12. بفخار شد. معرفی بشیم با فامیل سهرابی که سرتیمشان خدیجه است. سلام بر خدیجه، شب بخیر، خوش آمدین. زنده باشین قاسم جان. سلام خدمت شما. قاسم جان یک از استعدادهای بسیار مهربان و تکرار ناشدنی در افغانستان. مهربان هستین خدیجه. خدیجه سهرابی هستم، سرتیم خانواده سهرابی. همراه ما سهراب جان هستن فارغ صنف 12 و علی رضا جان فارغ صنف 12. موفق باشین، به افتخار نام یک بزنیم. سوال را آغاز میکنیم. سوال اول، از بین 100 نفری که جواب گرفته اش جواب نهایی شده، پس بسم الله خدیجه بفرمایین. آماده هستین؟ یک کلمه را ذکر کنید که با بلال هم وزن باشه. هلال. خوبش. یک کلمه را ذکر کنید که با بلال هم وزن باشد. زلال. بسم الله و طرف فامیل اکسای کنین. میرین بفرمایین. خدیجه شما هم بفرمایین. کلمه را پروین جان ذکر کنین که با بلال هم وزن است. جلال. جلال. کدام کلمه نورالله با بلال هم وزن است؟ حلال. حلال. مشوره شما داشته باشین. کدام کلمه با بلال هم وزن است؟ کمال. کمال. خوبش. بلندترین امتیاز کمال. یک کلمه را ذکر کنین که با بلال هم وزن است پروین. مال. کدام کلمه علیرضا با بلال هم وزن است؟ حلال. سهراب. زلال خانه بود نه؟ خدیجه شما چی میگین؟ ما هم نظر هستم امرای دوست ما. ببینیم خلال. خلال دندانت من دیگه. بس فامیل حسامی 30 امتیاز گرفتن. شماره 8 پیش از یک باشه بچه چی هست؟ جلال. مرگ جلال پیشتر ردی که اون نفر گفت. شماره 8 وصال. شماره 7 خیال. شماره 6 سوال. شماره 5 اقبال. شماره 4 مثال. شماره 2 جمال. میریم به طرف سوال دوم. از بین 100 نفر این سوال 4 جمع 1 جمع 1 6 جوابه گرفته، پس در قسمت پروین جان امرای نام زیبای شما سهراب میان. آماده هستین؟ سمت فارغ التحصیل من هستی خودت دیگه؟ ها دوست. در کجا خواندین مکتب؟ در ایران. در ایران خواندین. شما؟ در استرغونه. خلاص کردین مکتب؟ حالا کدام پنزه هستین؟ هنوز نکردیم شامل. خب امسال حتما دیگه خلاص شد نه مکتب دیگه داخل است. خب بسیار خوب، موفق باشین، به آرزوهایتان برسین. آماده باشین چیزی را نام ببرید که در نبود برق باعث ایجاد روشنی می شود. شمع. شمع میگن چی؟ یک دوره آمده در 2020 باید در جای ازی شمع باشه، اما فقر است. بله شمع بازم بوده. یک جواب بلند پروین میتونی پیدا بکنی؟ چیزی را نام بگی که در نبود برق باعث ایجاد روشنی میشه. چراغ. مرا دیدن چراغ یاد شما. ببینیم چراغ میگن. بله چراغ جسمی بوده. بسیار خوبه. پدر فامیل حسامی یک نگاه کنید. میرین پس بفرمایین. شما هم سهراب نبینم تان دیگه. نورالله، با نبود برق چی است که باعث ایجاد روشنی در خانه شما میشه؟ الکین. الکین. زنده باد الکین. مرگ با برق. همه تو؟ اوه الکین. الکین. بسم الله، چی است که بدون برق باعث ایجاد روشنی میشه؟ گاز. گاز میگه. بله ها. کدام گاز؟ گازی که پر میشه و یا گازی که بند میکنی آدم گاز میخوره؟ گاز. یا گاز. خوبش. گاز. پروین، با نبود برق چی چیز باعث ایجاد روشنی در خانه های شما میشه؟
یک دو چراغ موبایل چراغ موبایل موبایل بسیار خوبش چیزی را نام بگیرین با نبود برق باعث ایجاد روشنی در خانه نورالایشان میشه خود برق خود برق خودت نور میگفتی حداقل نه خودت خانمو ما که در خانه ما برق نباشه ما که در میگن برق آمد ببینیم میگن که خود برق ببینیم که بسم الله میتونه یک چلیپای دیگر را بگیره و یا ای که میخواید که شماره پنج باز بکنه چی است با نبود برق باعث ایجاد روشنی در خانه شما میشه آتش آتش در روی خانه در میتین دیگر چوبا را آتش میگن ببینیم من نمیدونم مشوره شما داشته باشین چی چیزی پروین باعث ایجاد روشنی بدون برق در خانه شما میشه جنراتور جنراتور میگن ببینیم شماره پنج باز چیزی باعث ایجاد روشنی در خانه شما می شود بدون برق سولار برق سهراب هم نظر هستم بالیز چرا هم نظر هستی تو خدیجه چی میگه من هم نظر هستم سولار نمیشه چی از بچو چی لامپا میگن پس ببینیم شماره پنج باز میکنه کامپیوتر لامپا آفرینتان بسیار زد خوبش بسیار خوب اگر شما میخواین که روشنی به خانه های شما بیایه برقان از دگال ما بر شما چی پیام بتم و این سلام تقدیم کسایی که ما را از طریق تلویزیون همی لازن نمیبینن چون برقا هم نیست و کسایی که ما را از طریق جنراتور میبینن تشکر از شما جنراتورهایتان تشکر از تانکیهایشان که تیل پر است اما تنها از این وقفه داریم و وقفه هم خیلی عاشقانه است بازم خوش آمدین. مشوره ما برای شما اکسپول است. اکسپول پر قدرت، پر انرژی اگر میخواین باشین پس اکسپول در خدمت شما است. اکسپول دارای ویتامین های گوناگون است. سیستم عصبی و سیستم ایمنی بدن شما را تقویت میکند. یک گاوه نامزادم دمیرویش است. ای جوانمرگ که ما مجرد ماندیم در بین حیوانات جنگل این مجرد مونده. نامزاد بود نامزادش که از قار کرده. با اجازه تان بچه ها. هر چیز اشتیا دارین اکس بول هر چیز که اشتیا دارین پیسابتی برتون میاریم هیچ گپی نیست چو چه اشتیا داری او نمخواد چقدر شکر کوی مقبول بلا بلا سلام چه رقم نوشان کنید راست میگه شما نوشان بفرمایید میریم به طرف سوال سوم که در این بخش نورالله با علی رضا میاین و سوال سوم برنامه ما را جواب میتن میبینیم که 200 امتیاز مکمل نصیب کی خواهد شد اگر نورالله سوال سوم شما جواب بدین 200 امتیاز میگیرین برنده مرحله اول میشین اگر اینا جواب دادن 200 امتیاز اینا میگیرن میریم به سوال چهارم پس آماده باشین این سوال از بین 100 نفر 3 جواب گرفته یک نوع طیاره را نام بگیرین یک هلیکوپتر هلیکوپتر میگن است هلیکوپتر یک نوع تیاره را نام ببرید جت تیاره جت میگن است پس ببینیم بلندترین امتیاز تیاره جت بفرماییم یک نوع تیاره را خدیجه نام ببرید امیال تیرا میشه یک دونه یک دو سه چار پنج یک نوع تیاره را سهراب نام ببرید یک نفر خامو چرخبال نیست؟ بله؟ چرخبال است نه؟ هلیکوپتر یک مشوره شما داشته باشین یک نوع تیاره را نام بگلی رضا تیاره مسافربری تیاره مسافربری هم میتونه که باشه پس شماره سه 200 امتیاز دور میتن نمیتن یک نوع تیاره را نورالله نام بگی یک دو تیاره هوایی تیاره هوایی دیگه تیاره در زمین است پروین یک دو سه چهار پنج بسم الله یک دو چرخبال به بار سیم الله این رنگ سفیدش را میگن پس شماره سه باز
نمیشه. امتیاز ها میاد به طرف فامیل سهرابی که 1-4-6 است و 1-1-8 فامیل حسامی داره. شماره 3 دخترها چیست؟ بله بوینگ است. شماره 3 تیاره بو ینگ بوینگ. خیر باشه. تا بال خو تقریبا امتیاز ها مساوی است. آل سوال چهارم برنامه 300 امتیاز مکمل داره. بین 100 نفر جواب گرفته شده، 3 امتیاز و 3 جواب گرفته. پس خدیجه و بسم الله بفرمایید. جایی را نام ببرید که مردم برای ماهی خوردن می روند. خدیجه. صیاد. صیاد میگن مردم ماهی خوردن می رند. بلندترین امتیاز صیاد. به طرف فامیل می رین و یا واگذار می کنین؟ بله واگذار کردن. خب. جایی را نام بگید که مردم برای ماهی خوردن می رند. صد. کجا؟ صد. او را من گفتم. ای ای. گفتی صیاد. نگفتی؟ نام رئیس تلویزیون برو میگی؟ پس ببینیم جایی را نامی که مردم علیرضا بر ماهی خوردن میرود. جلال آباد. جلال آباد میگن که به ماهی خوردن میره از رای سوربی. جلال آباد. جایی را نامی که مردم اونجا میرن ماهی نوششان میکنن مردم افغانستان. ما؟ بله یک ماهی پر. ماهی ماهی پر؟ ماهی ها کلش روش هست یا نامش ماهی پر شاید باشه. پس ببینیم شماره 3 باز میشه ماهی پر. بسیار خوبه. مجموعه امتیازهای فامیل سهرابی به 4-4-6 برنده مرحله اول 10,000 افغانی و 2 موبایل از شرکت خالد لمر خواد شدن که شدن دیگه. در این قسمت برنامه میخواییم یک تشکر داشته باشم از موبایل های پرایم، شرکت تجارتی خالد لمر که نماینده رسمی موبایل های کمپانی سامسونگ در افغانستان میباشد که امشب 2 موبایل مقبول و زیبا را برای فامیل سهرابی تحفه روان کردن. تبریکتان باشه و همچنان مشوره بکنید در مرحله نهایی که انتخاب خواهد شد. از فامیل حسامی تشکر. بسم الله. پیامی باشه. پیام خاص ندارم، فقط صحت و سلامتی مردم خودم. سلامت باشین پروین جان. میخوایم مردم ما با همدیگرشان متحد باشن. نورالله جان. پیام خاص ندارم، سال آرامی به در وطن ما. سلامت باشین. میگه برای کل ما پرس دندان بتین. خدیجه. خب ما میخوایم که خودم همراه پروین جان بازی کنیم. بسیار گپ خوب خواهد بود. پس شما بفرمایید. در این قسمت برنامه خدیجه و پروین یک نفر در استیج با ما میباشه و یک نفر دیگه میره یک آهنگ مقبول زیبا را میشنون که کی در استیج میباشه و کی میخواد بشنوه. اینا میرن من میباشم. شما میباشین. شما میشنوین. بله. کدام آهنگ میشنوین؟ هزارین سعید باشه. یک زمزمه پروین حتما میداشته باشین. می چی هنرها را بلد است پروین؟ من خودم بخش هنرهای زیبا را زیاد خوش دارم. خوش دارین؟ بله. یعنی هنرپیشه باشین در آینده بخیر؟ بخش نقاشی. 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 چهره معقول مرک دیدن انسان که نقاش پیدا شد. خدایی دیگه. پروین آهنگ میشنوی؟ بله. بگو آه بله. پروین آهنگ میشنوی؟ آه بله. بزرگوار پروین یک کف بزنین. شما برین به چینل تلو میوزیک آهنگای مقبول و زیبا و رپ و بست و پاپ و راگا بشنوین و خدیجه اینی کامرامین در جای بیادرت باشه. مگم به مردم چی میگه از طریقی کامرا؟ یک وقفه داریم دوباره با ما باشیم. آداب آداب آداب. تشکر از این که همیشه رو در رو را تماشا میکنین و ما میفهم که بسیاری جایا برق نیست. شما مایوس هستین. مایوس نباشین، زنده با جنراتور. خدیجه 5 سوال از شما ما پرسان میکنم. 20 ثانیه بر شما زمان میدم. در جریان 20 ثانیه کدام جواب در ذهن شما نامت مرا بگوین. بگذر من بگذرم. اگر ثانیه های خدیجه باقی بود پس دوباره مسئله تکرار میکنم. خدیجه شاید یک جوابه که نما برش پیدا بکنن. آماده هستی خدیجه؟ بله. و پروین فعلا صدای موتور نمیشنون، اونها یک آهنگ نمیشنون. 20 ثانیه را بر خدیجه آماده کنین. بجز سرمه چیزی را نام ببرید که در چشم استفاده شود. کجل. منطقه از کابل را نام ببرید که در آن قلعه آمده باشد. قلعه موسا. چیزی را نام ببرید که در اخیر نام آن چه آمده باشد. چراغ.
یکی از داروهای یک عطار را نام ببرید. داروهای عطار؟ دکان عطاری. و جز جا و سبز یک چای را نام ببرید. چای زعفران. خوب. کف. و جز سرمه گفتم چیزی را نام ببرید که در چشم استفاده می شود. گفتین کاجل، یعنی خانم اجای دیوگان در سر چشمای ما جای داره. و ببینیم که سروی در مورد کاجل چی میگه. 15 امتیاز. خوب است. منطقه از کابل را نام ببرید که در نام آن قلعه آمده باشد. قلعه موسا. 18 نفر. 18 امتیاز. چیزی را نام ببرید که در اخیر نام آن چه آمده باشد. چه هگردک. چراغ. آها، پس سروی قار کرد، گفت چراغ از کجا میشه، بی برقی است. یکی از داروهای یک عطار را نام ببرید. این در دکانهای عطاری نه کدام دوا و داروها وجود داره. بگذر گفتین، سروی هم گذشت با 0. با جز چای سیاه و سبز یک نوع چای را نام ببرید و ببینیم خدیجه چی گفت. چای زعفران. 45 امتیاز. 78 امتیاز مجموعاً تانستین که بگیرین و بسیار خوب بازی کردین، مقبول بازی کردین. زنده باشین، تشکر. موفق باشین، انشالله بارزایتان برسین. پیامی به دخترها باشه، خدیجه جان بگین. تشکر، زنده باشین. از تلویزیون طلوع بسیار تشکر که فرصت بر ما میتن که بیایم. در این شرایط افغانستان بسیار خوب است قسم برنامه ها. شما بسیار تشکر، زنده باشین هزار سال. و پیام خاص ندارم، همیشه آرامی و خوشی بیاید افغانستان ما. سلامت باشین، بر شما خوشو آرزو میکنم. ببینیم در قسمت برنامه پروین چه رقم میآید. پروین جان خوش آمدین. خوش باشید. آهنگ شنیدین؟ بله. 25 ثانیه برای پروین زمان میتیم. در جریان 25 ثانیه کدام جواب در ذهن شما نامد مرا بگوین. بگذر من بگذرم، ثانیه ها را ضایع نکنین. اگر زمان باقی بود پس دوباره از شما تکرار سوال پرسان میگم، شاید یک جواب نو برش پیدا بکنین. شما آماده هستین دیگه؟ بله. پس 25 ثانیه را هم آماده کنین. با جز سرمه چیزی را نام ببرید که در چشم استفاده شود. لاینر. منطقه از کابل را نام ببرید که در نام آن قلعه آمده باشد. خلیفت الله. چیزی را نام ببرید که در اخیر نام آن چه آمده باشد. کوچه. یکی از داروهای یک عطار را نام ببرید. دارچین. با جز سیاه و سبز یک نوع چای را نام ببرید. چای زعفران. یک بقعه. چای زنجبیل. یک بقعه در سن چند روزه خیز میکند. وقت تولد میشه. کم برشان ده اینک در نزدیکتر پروین. وقتی تولد میشه بقعه مستقیم همین رقم در سر چپرکت شفخانه خیز میکنم. شکر که به دنیا آمدم میگه. به جز سرمه گفتم چیزی را نام ببرین که در چشم استفاده میشه. باید چشما یا هومانن مثل مواری؟ چی هست که استفاده میشه مثلا؟ خط چشم لاینر. 20 امتیاز. و بلندترین امتیاز از این دخترها چه بود؟ ریمل بود. منطقه از کابل را نام ببرید که در نام آن قلعه آمده باشد. قلعه فتح‌الله. و سروی چه میگه؟ 36 امتیاز. و بلندترین امتیاز هم قلعه فتح‌الله است دیگه. چیزی را نام ببرید که در اخیر نام آن چه آمده باشد. و شما گفتین کوچه است. بلندترین امتیاز از یک کتابچه بوده. یکی از داروهای یک عطار را نام ببرید. دارچینی. 10 امتیاز. و بلندترین امتیاز از این بادیان بود. با جز سیاه و سبز یک نوع چای را نام ببرید. زنجبیل. 12 امتیاز. و بلندترین امتیاز از این قبلا گفته شده بود توسط خدیجه، زعفران. خوب بود، مقبول بود. یک جمله در دلت باشه به می دخترها بگو. خب بر دخترها میخوایم بگویم که تحصیلشان ادامه بدن، کوشش کنن دیگه. راست میگه. تا چه وقت مجرد؟ پروین جان تشکر. بفتخار پروین، خوب یک کف محکم. ما میخوایم یک تشکری داشته باشم از کامرمن عزیزم اول. ای کامرمن پیش از اسپانسر از تو تشکر باشد که کم بس مربوط من است.
و می خواهیم تشکری داشته باشم از اکسپول انرژی درینگ به خاطر حمایتشان از برنامه رو در رو. اکسپول هفته دو آیفون پرو مکس از طریق 456 جایزه می تبرین شامل قرعه‌کشی شوین و همچنان 1,000,000 از تولیدات کمپانی اپل امو سیب چک زدگی را که شما می بینین می خره و ایره هم بر شما تحفه می ته به شرط ای که شامل قرعه‌کشی خود بسازین. و می خواهیم تشکری داشته باشم از شرکت خالد لمر. شرکت خالد لمر نماینده رسمی موبایل های کمپانی سامسونگ در افغانستان می باشد که امشب دو موبایل مقبول و زیبا را تحفه روان کردند. تشکری می خواهیم داشته باشم از دریا. برین به دریا مراجعه بکنین. برنامه قاب گفتگو، رو در رو، سراچه، سریال های مقبول و زیبا، فریحه و تمام برنامه هایی را که شما دوست دارین در دریا می تانین که پیدا بکنین. بر رو در رو چه رقم می تانین بیاین؟ آدم واره. با 456 زنگ میزنین، شماره 6، شماره 2، شماره 2 رو افشار میتین، بعد از صدای بیپا صدای تا رو میمانین و آخرین کاری که میکنین زینه یک افشار میتین، مستقیم زینه خانه شما میایده 456. یک اکشن هم بکنین در اوجه و بیاین دیگه با رو در رو اشتراک بکنین. تشکر میکنم از دخترها تا این لحظه محو حسن زیبایی ما بودین. عاشقانه سعی نکنین. چشمای ما هومانند است، قد ما بلند است. ما واقعا زیباستم مگر مسعود خوار مادر دارم. این رقم سعی نکنین طرف ما. بچه ها من میفهم که ما مقبول هستم، شما حسادت نکنین. شما مامان برین مقبول میشین. برای شما عزت، صحت، خوشی های بی‌پایان میخوایم.